قصه آن کس که در یاری بکوفت از درون گفت کیست گفت منم گفت چون تو تویی در نمی گشایم هیچ کس را از یاران نمی شناسم که او من باشد آن یکی آمد در یاری بزد گفت یارش کیستی ای معتمد گفت من گفتش برو هنگام نیست بر چنین خانی مقام خام نیست خام را جز آتش هجر و فراق کی پزد کی وابرهاند از نفاق رفت آن مسکین و سالی در سفر در فراق دوست سوزید از شرر پخته گشت آن سوخته پس باز گشت باز گرد خانه همباز گشت حلقه زد بر در به صد ترس و ادب تا بنجهد بی ادب لفظی زلب بانگ زد یارش که بر در کیست آن گفت بر در هم تویی ای دلستان گفت اکنون چون منی ای من درا نیست گنجاوی دو من را در سرا نیست سوزن را سر رشته دوتا چون که یکتایی در این سوزن درا رشته را با سوزن آمد ارتباط نیست در خور با جمل ثم الخیاط کی شود باریک هستی جمل جز به مقراض ریاضات و عمل دست حق باید مران را ای فلان کان بود بر هر محالی کن فکان هر محال از دست او ممکن شود هر حرون از بیم او ساکن شود اکمه و ابرس چه باشد مرده نیز زنده گردد از فسون آن عزیز وان عدم که از مرده مرده تر بود در کف ایجاد او مستر بود کل یوم هو فی شأنون بخان مرورا بیکار و بیفعلی مدان کمترین کاریش هر روز است آن کو سه لشکر را کند این سو روان لشکری زسلاب سوی امهات بهر آن تا در رحم روید نبات لشکری زرهام سوی خاکدان تازه نر و ماده پر گردد جهان لشکری از خاک زان سوی عجل تا ببیند هر کسی حسن عمل این سخن پایان ندارد هین بتاز سوی آن دو یار پاک پاک باز